اونایی که انرژی دارید یه دست محشم دیگه بزنید. به نام خدایی که تدکس را آفرید. سلام، من محمد حسین مالکی هستم. امیدوارم حال همه تو خوب باشی. از صمیم قلبم مطمئنم همه شمایی که اینجا حضور دارید قطعا آدم های موفقی هستید یا موفق خواهید شد. مطمئنم خیلی هاتون هدف دارید، اما امروز روی صحبت من با اونایی که هنوز هدف خودتون رو پیدا نکردید. خیلی همون احساس میکنیم گم شدیم یا انگار چیزی توی زندگیمون کمه. حس میکنیم باید ارتباط عمیق‌تر و راضی کننده تری با دنیا و زندگی اطرافمون داشته باشیم، اما چون به اون نمیرسیم حس ناامیدی به اون دست میده. بزرگترین روزهای زندگی ما دو روزه: اول اون روزی که متولد میشی، دوم اون روزی که بفهمی هدفت واسه اون زندگی چیه. من این حس نداشتن هدف رو خیلی خوب درک میکنم. وقتی خودم سالها تلاش میکردم تا هدفم رو پیدا کنم، اما از یه جایی به بعد ورق برگشت. فهمیدم نه این که نمیدونم، نه تنها نمیدونم هدف چیه، بلکه نمیدونم راه پیدا کردن هدف چیه. اونجا بود که یه قدم به عقب برداشتم و از نو شروع کردم به تحقیق، مطالعه، پرسجو. از شکستام درس گرفتم، بالاخره به یه سری نتیجه رسیدم که چرا تا الان موفق نشدم. امروز قراره اون نتایج رو با هم مرورش کنیم. اما اولین چیز، فهمیدم نمیدونم موفقیت چه شکلیه. رایشترین دلیل شکست اینه که ما نمیدونیم موفقیت واسه ما چه شکلیه. توی دنیای امروزی ما شادی شده حاصل کسب یه سری از عنوان‌ها و به دست آوردن یه سری اشیا. شاید خیلیاتون تجربه خرید یه ماشین نو یا یه آیفون جدید را داشته باشید. لزوماً چنین چیزهای بد نیست، اما حقیقت اینه که موفقیت توی هیچ یک از زمینه‌های زندگی ما معنا و پایدار نیست. ما فکر می‌کنیم اینقدر موفقیت از ما دوره که رسیدن به اون واسه اون محال شده، اما حقیقت اینه که اگه یکم بجنبی، یکم مطالعه تا بیشتر کنی، میفهمی موفقیت فقط با تو چند تا قدم فاصله داره. اما دومین چیزی که فهمیدم نمیدونم در مورد چیزی شور و اشتیاق دارم. شور و اشتیاق فاکتور بسیار مهمیه که خیلی ها به واسطه همین فاکتور انرژی لازم واسه ادامه راه رسیدن به موفقیتش رو کسب میکنه. بعضی ها معتقدن که فقط با پشتکار میتونن به سرحدی از موفقیت برسن. منم اینو قبول دارم، آره تا یه حدی از موفقیت رو میرسی، اما موفقیت کامل نیاز به شور و اشتیاق داره. یه سری از انسان ها هستن که توی روز بسیار کار میکنن، کار سخت. آیا واقعا اونا ثروتمندن؟ آیا اونا واقعا پول دارن؟ نه، حقیقت اینه که اونا نسبت به کاری که انجام میدن علاقه ندارن، شور و اشتیاق ندارن. اگه نسبت به کاری که میخوای انجام بدی اشتیاق داشته باشی، شک نکن توی کارت یه سری ایده به دست میاری که با اجرای چند تا از ایده میتونی به سرحد موفقیت برسی. موفقیت فقط درآمد پول و کسب درآمد نیست. موفقیت یعنی ارضای کامل، شامل مفهوم و معنی واسه فعالیت‌های روزانه، رشد شخصیتی، ارتباط با دیگران و در نهایت کسب درآمد. اما سومین چیزی که فهمیدم نمی‌خواستم کار کنم.
جمرو یه جمله معروف داره که میگه شما جمرو یه جمله معروف داره که میگه موفق ترین افراد کسایی هستن که به سختی کار میکنن. افراد موفق توی زمینه‌های زندگیشون، تو اون چیزی که مهارت دارن شیرجه میزنن، مطالعه میکنن، سپس کار میکنن. کار میکنند و کار میکنند و باز هم بیشتر کار میکنن. کار کردن همیشه سخت بوده و هست، اما حقیقت اینه که هیچ موفقیتی بدون تلاش، بدون زحمت به دست نمیاد. باید از جات پاشی، هدفتو مشخص کنی و واسه رسیدن به اون هدف زحمت بکشی. چهارمین مورد، فهمیدم با افراد درست و حسابی رفت آمد نمی کرد. مایکل گولدر یه جمله معروف داره، میگه شما میانگین پنج افرادی هستید که با آنها در ارتباطید. سعی کنید با افرادی در ارتباط باشید که شما را به مراحل بعدی زندگیتون میبرن. اگه بتونی با یه سری افراد موفق در ارتباط باشی، قطعا اونا هم با شما را با یه سری افراد موفق دیگری آشنا خواهند کرد. اون وقته که میتونی یه شبکه بزرگ واسه سیستم حمایتی خودت از افراد موفق تشکیل بدی. با افرادی در ارتباط باشید که نسبت به زندگی خودشون شور و اشتیاق دارن و میخوان به اهداف بعدیشون برسن. اونا میتونن به شما هم کمک کنن که به مراحل بعدی زندگی بری. اما آخرین چیز، فهمیدم طرز تفکر مثبتی ندارم. یه زمانی بود من نمیتونستم درک کنم که همسن و سالای خودم، بزرگتر یا کوچیکتر، چجوری میتونن به موفقیت دست پیدا کنن. رسیدن واسه موفقیت واسم گنگ بود. اغلب مردم عادی البته، طرز تفکر منفی دارن و همیشه هم اتفاقات ناخوشایند واسه اون دست آدم ها میفته. اما اگه طرز تفکرت رو به مثبت تغییر بدی، شک نکن اتفاقات خوب، پیامدهای خوب، مثبت، خوشی پی در پی واسط اتفاق خواهد افتاد. طرز تفکرتون مسیر زندگیتون رو مشخص میکنه. اگه افکار ما، اینا خوب گوش کنید، اگه افکار ما مسیر زندگی ما رو مشخص میکنن، چه خوبه به اتفاقای مثبت و خوب فکر کنیم. یه بازیکن گلف یا تصور کنید که دائم داره تصور میکنه توپش قراره توی دریاچه بیفته. شک نکن توپ اون بازیکن بعد از ضربه زدن توی آب قرار میگیره. اما تصور کنید یه اتومبیل قرمز میخواد. از اون روز به بعد هر جا که میری اتومبیل قرمز میگیری. شما نسبت به اتومبیل خودتون شور و اشتیاق لازم دارید. نسبت به اتومبیل خودتون زیاد فکر میکنید. اما یه قانون داریم که میگه نسبت به هر چیزی که تمرکز کنی قطعا به بیشتر اون دست خواهی یافت. پس چه خوبه که به چیزهای مثبت، به چیزهایی که ما را به مراحل بعدی زندگیمون ببره تمرکز کنیم و واسه اونا تلاش کنیم. اما در آخر یه چیز بگم و رفتیم. همه خوشبختی‌ها و موفقیت‌ها دقیقاً از همون درای وارد میشه که ما اون درها رو به خوبی می‌بندیم. یه قانونی داریم به نام قانون خرچنگ ها. نمیدونم میدونید یا نه. قانون خرچنگ ها از این قراره که اگه یه خرچنگ ها توی یه سبد قرار بدی، شک نکن از اون سبد میاد بیرون و به زندگیش ادامه میده. اما اگه چند تا خرچنگ ها انداختی توی یه سبد، هیچ وقت هیچ کدومشون از اون سبد بیرون نمیان. میدونی چرا؟ هر وقتی یکی خرچنگ بخواد بیاد بیرون،
پیشرفت کنه، بره به زندگیش، خرچنگای دیگه پاشو میچینن، از پیشرفتش جلوگیری میکنن. سعی کنید توی زندگیتون نه خرچنگ باشید و نه خرچنگ اطرافتون باشه. موفق و پیروز، روز خوش.